بنیاد خیریه لیندانور گروف 19 محصل دختر افغان رشته تحصیلی طب را که طی 3 سال گذشته از آموزش محروم شده بودند برای ادامه تحصیل به اسکاتلند منتقل کرد. فرشته متین یک تن از اعضای گروه رهبری نهاد در صحبت با صدای آمریکا گفت این یک دستاورد بزرگ برای یک نهاد کوچک است و افزود که پروسه انتقال محصلین از 3 سال قبل بعد از به قدرت رسیدن طالبان آغاز شد و اکنون این دختران برای تحصیل به اسکاتلند رسیدند. یک شرایط بسیار سختی فعلا دختران قرار دارند در افغانستان و در چنین شرایطی هر فرصتی که برای دختران پیش بیاید من فکر میکنم فرصت بزرگی هست و ما خوشبخت هستیم که محصلین ما بالاخره در اسکاتلند آمدن، حداقل 19 تایشان میتونن که دوباره درس بخوانن، میتونن دوباره و درس های طبیشان ادامه بدن. این محصلین افغان از جمله 100 محصل رشته طب هستند که در داخل افغانستان از جانب نهاد لیندا نورگروف حمایت می شوند. جین جیل رود وزیر آموزش اسکاتلند که خودش به استقبال این دختران به میدان هوای ادینبورگ رفته بود در شبکه ایکس نوشته است که برایش یک لحظه پراحساس بود و این زنان با آمدن به اسکاتلند از حق تحصیل که مستحق هستند مستفید می شوند و زندگی آنها تغییر می کند. قرار است این دختران در 4 دانشگاه مختلف اسکاتلند با دریافت بورس‌های تحصیلی و طور مجانی درس بخوانند. مجده اقبال یکی از این بانوان است که از ادامه تحصیلش در اسکاتلند خوشحال است. احساس خیلی خرسندی و خوشی دارم. نمیتونم جملات را بگویم که احساس ما بیان کنم، خاطر که نتوانستیم در افغانستان دستات خود را تکمیل کنیم و آرزوهای ما ناتمام مونده بود. پس این یک زمینه یا راهی برای ما شد که بتوانیم تحصیلات خود را ادامه پیدا بدیم و مصدر خدمت به وطن و هموطنان خود شویم و این خیلی واقعا احساس قدردانی و خوشی و خرسندی است برای ما. از 3 سال بدین سو در حکومت طالبان دختران از حق تحصیل و کار باز ماندند و اجازه رفتن به دانشگاه ها از مسیر سلب شده است. بسیاری از بانوان خانه نشین هستند، اما برخی مانند مجده بدون احساس خستگی برای رسیدن به رویاهایش ادامه داده است. واقعا این آرزو را دارم که تا تکمیل کردن تحصیلات ما در اینجا ای اجازه داده شود که خانم ما به درس های خود ادامه بدن، به وظیفه خود برون و از ما از اینجا بتانم آنها را به شکل آنلاین با برنامه های کوتاه مدت دراز مدت سپورت کنم. یه واقعا جا افتخار خواهد به ما بود و خودم اینجا خدمت کنم به عنوان یک دختر افغان در کشور اسکاتلند و برنامه هایی را داشته باشم که واقعا مای افتخار از اینجا به افغانستان تمام شود. فرشته متین در همکاری با چند نفر به شمول خواهرش و 3 کارمند از طریق این نهاد تا 3 سال گذشته تلاش کردند تا فرصت تحصیلی این دختران را فراهم نمایند. فرشته میگوید اکثر این شاگردان از ماندن در افغانستان بدون دسترسی به حق تحصیل و کار ناامید شده بودند. فعلا دخترها در افغانستان در یک وضعیت قرار دارند که هیچ نمیفهمند که چیزی در انتظار آنها است. منتظر هستند که ممکن درهای مکتب باشه و درهای دانشگاه باشه، اما هنوز متاسفانه در قسمت ما خبر خوشی نداشتیم. خبرهای اینچنینی که میبینن دخترهای یک تعداد از دخترها خارج از افغانستان، حالا اگر داخل افغانستان نشد بتانند و تحصیل بتن، یک روزنه امید من فکر میکنم برای اونا ایجاد میکنه که هنوز هم راههایی هست که اونا میتونن دنبالش باشن. مجده پس از ماها انتظار در پاکستان ویزه بریتانیا را دریافت کرد و اکنون در اسکاتلند رویای دکتر شدنش به واقعیت میپیوندد. او برای سایر بانوان افغان توصیه میکند که نباید امید را از دست بدهند. و انشالله خواهد کردیم و کشورهای دیگر از وقتی که ما اینجا آمدیم همه کشورهای دیگر در جستجو هستند که بهترین را یا دستاوردی را داشته کشور اسکاتلند که توانستن زدفتر بیارن. پس شما تلاشهایتون را داشته باشین، اونا هم انشالله در این زمین هم کاری خواهد کردن و شما میتونین بوسه های عالی تر و خوبتر به دست بیارین، اما هیچگاه تسلیم نشوین و کوشش نمایید. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.